سلام و صد سلام به همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی پیک شادی. برنامه این هفته رو با سلام ویژه به مردم به پا خواسته آبادان آغاز میکنیم. مردم داغدار و ستم دیده‌ای که اندوه فاجعه متروپول رو به گدازه‌های خشم و عصیان تبدیل کردن و با ایستادگی در برابر مزدوران خامنه‌ای سایر شهرها رو هم به قیام و خیزش فراخوندن. خامنه ای مردم آبادان رو عزادار و خاموش و اندوهگین میخواست، اما جوانان غیور آبادانی و زنان و مردان اهل جنگ سرنوشت دیگه‌ای برای شهرشون رقم زدن و تمام محاسبات خامنه ای رو در هم ریختن. ضمن همدردی با مردم داغدار آبادان، به عزم و اراده قیام آفرینان درود میفرستیم و روزی رو آرزو میکنیم که سایه سیاه این رژیم غمگستر و غصه‌ساز برای همیشه از میهن ما کم بشه و لبهای مردم ایران و از جمله آبادانی های عزیز خندان و دلهاشون شاد بشه. هفته خبر تو خبر خبر داره براتون، از عظمایی که داره زیر فشار قیام ها آب لمبو میشه و آخوندهایی که زور میزنن تا اون رو در ببرن. گرانی موجب این میشود که روحها آزرده میشه. آدمی که قدرت خریدش کمه، دسترسی به مایحتاج زندگی نداره، افسردگی پیدا میکنه، مشکلات اجتماعی هم به وجود میاره. اما امتحانه. حالا این شما و این یه نمونه از خون جگر خوردن عظما برای اقشار فقیر. میگه قصه نخورید، گرسنگی همه جای دنیا هست. تهدیدهای غذایی در سطح جهان، حالا یه وقت آفریقای گوشه از دنیا قحطی پیش میاد، کمبود غذایی پیش میاد، تهدید غذایی. امروز این نیست، امروز در همه دنیا تهدید غذایی وجود داره. ببینید شرایط دنیا امروز شرایط ویژه است. این هموطن از فروشگاهی در لندن اینطوری جواب خامنه ای رو میده. میخوام که قیمت انواع ماکارونی رو به شما نشون بدم. اینجا مثل ایران اکثر بسته ها 500 گرمی هستش و قیمت بسته 500 گرمی 75 پنس هست، یعنی با احتساب پوندی حدوداً 35 هزار تومان بسته 26 هزار تومان میشه، در حالی که اینجا خودش تولید گندم نداره، گندم رو وارد میکنن یا اینکه ماکارونی رو دارن از ایتالیا وارد میکنن و به کارگر دارن ماهی 1500 پوند حداقل حقوق میدن، چیزی در حدود 50-55 میلیون تومان ما. من چند روز گذشته اخباری به هم رسیده مبنی بر اینکه قیمت ماکارونی تو ایران به 17-18 و بالاتر رسیده، که با توجه به اینکه ایران خودش تولید گندم داره، گندم رو مفت از کشاورز میخرن، تبدیل به ماکارونی میکنن و در آخر با این قیمت گزاف به مشتری دارن عرضه میکنن و در آخر به کارگر بیچاره دارن ماهی 4 میلیون تومان حقوق میدن. من موندم این پدرسگا چجوری دارن مملکت رو اداره میکنن با این وضع گرونی. یعنی باور کنید اگر گاو رو میذاشتن جای اینها، کشور خیلی بهتر و آرومتر اداره میشد. گاو که سهله، قاطرا هم از این آخوندها بیشتر حالیشون میشه. ببینید برای شکستن شیوه تند چه شیوه جالبی رو ابدا کردن. یکی دیگه از مصادیق خون جگر خوردن عظما برای اقشار ضعیف
فرستادن توله ها و انگلزاده هاش به کشورهای خارجیه. این رو خودشون هم اعتراف میکنن که امروز نزدیک حالا میگن 4000 تا فرزندان بعضی از مسئولین تو آمریکا و اروپا و کانادا دارن زندگی میکنن. خود این مسئله خوششون هم میدین و جالب اینجاست که واقعا باید اینا رصد بشن آینده یک کدوم اینا نباید مسئول توی کشور بشن، کسانی که دارن از بچگی تربیت میشن اونجا. حالا بشنوید از پدرزن رئیسی جلاد که طبق معمول مشغول مالکشی برای داماد الدنگشه. بابا دولت آمد دست به یه حرکت اصلاح طلبانه بزنه، ایارانهی که تو جیب 4120 نفر بود ایارانه رو ریخت تو جیب 72 میلیون آدم. ای کم کاری نیست، خواست کار انجام بده، خب نرخ جنس بالا میره. این هم یه چشمه از نتایج اقدامات اصلاح طلبانه دولت رئیسی. تو هفته ای که گذشت یه ضربه دیگه هم نثار فک عظما شد که بد جوری جیغشو در آورد. شهادت یکی از مدافعان حرم در اقدام تروریستی در تهران. به همین مناسبت خوب یادی از قمپوزای پاسدار سلامی بکنیم که هیچ وقت از حد هارت و پورت بالاتر نرفت. اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود تمام کرک و پشم شما را به باد می دهیم. خودشون هم میدونن که این قمپوزا دیگه حتی بسیجی‌ها رو هم گول نمیزنه، آخه زیر پاشون بد جوری خالی شده. اگر زیر پای جامعه اسلامی را دشمن خالی کنه فردای روزگار چه خواهیم کرد؟ از اونجایی که عظما روز به روز داره تنهاتر و بدبختتر میشه، سگ و سیله‌هاش جمع شدن تا با این اراجیف برای این ولی فقیه ورشکسته بازارگرمی کنن. آیا اسلام باید پیاده بشه یا نه؟ جواب مثبته. کسی که میگه نباید پیاده بشه از اون اصول موضوع رفته بیرون. این که باید نشه یه جای دیگه بحث میکنیم. آیا اسلام باید پیاده بشه یا نه؟ آره. وقتی که اسلام میخواد پیاده بشه نیاز به چی داره؟ نیاز به حکومت داره. خب این حکومت باید چه کسی در رأس این حکومت باشه؟ یک، باید اسلام رو بشناسه، یعنی فقیه باشه. دو، عادل هم باشه. سپردن زمام امور جامعه اسلامی به دست فقیه عادل، یعنی اسلام شناس عادل، اسمش از ولایت فقیه. این یکی هم ولی فقیهش رو با نخود هر آش اشتباه گرفته و میاد ازش تعریف کنه اما کله معلق میزنه. بعد از ائمه معصومین در 1400 سال گذشته شخصی به جامعیت مقام معظم رهبری سراغ ندارم. جمله نشد برای خیلی سنگین باشه، ضبط شده، فیلمش هم هست. من همونجا جا خوردم، گفتم آقا امام، شما را به امام فرمودن امام ممکنه از حضرت آقا فقیه تر باشند، شاید اصولی تر باشند، شاید عرفانی تر باشند. من جامعیت رو عرض کردم، شما تو جامعیت نگاه کنید این مرد. من دقیقا منم همین اومد تو ذهن. همین، تو جامعیت وقتی نگاه میکنید میرون تو ادبیات ورود میکنه، توی شعر آینی ورود میکنه، توی بحث نظر دادن راجع به وقتی که این آقایون اهل سینما میمشن، آقای مجید مجیدی و بعد سرحشور رو اهل سینما نشستن، گفتن این آقا 4 ساعت با ما صحبت کرد که اصلا گویا سالها در سینما کار کرد. اون آقای انتظامی بود، تو موسیقی کار کرده بود، جمعی رفتن خدمت جوری موسیقی، ایشون راجع به موسیقی نظریاتی دادن، گفتن اصلا ما فکر نمی کردیم یک روحانی این اندازه موسیقی رو خوب بشناس، از خود ما بهتر، از خود ما بهتر صاحب نظر در موسیقی، در سینما، تئاتر، نمایشنامه، شعر، تاریخ، حکومت داری، حکمرانی. حکایت تخصصهای عظما یه چیزی تو این مایه هاست. ادعا و ادا و اصول خیلی، اما خودتون ببینید.
پاسدار عباسی که یکی از کارهای همیشگیش عربده کشی تو دانشگاه هاست، این دم آخری بد جوری تو فاز بوز بیاریه. تو رشته تصمیم تو بگو، تو من گندهای رشته تصمیم تو باید بگم. اینجا فکر کرده تو دانشگاه بلنشی بچه بازی در بیاری شروع کنی. تو هنوز به دنیا نیومدی، گردن کلوفتایی کردن توی اروپا و آمریکا گردن کشی میکنن. اینا رو ما یک چکی از دانشگاه انداختیم بیرون. بچه پررو وقتی منطق ندارید، حرف بلدی سید بزنید، تربیت خانوادگی ندارید، یاد گرفتید فقط بلنشید بیا کف دانشگاه بایستید گردن کشو گردن کلوفتی کنید. اگه درد تو شرط اقتصاد نام بردنه، اگه درد تو اینه میشینی سوال تو بعد از اینکه برنامه تمام شد جواب میدی. اگر فکر کردی در 25 سال گذشته هر کدومتون بلند شدید کف این دانشگاه شروع کردید، چهار روز بعدش بلند شدید از این مملکت رفتید بیرون، رفتید اونجا پناهنده شدید در دانشگاه خارج از کشور به عنوان یک آدم ضد انقلاب. خلاصه این که از عظما تا باقی سگ و سیلاش بعد جوری گیر افتادن و خودشون هم موندن که چیکار کنن. قبلا تقلید صدای رفسنجانی مال کلیپ‌های طنز بود، حالا دوبلور کارتون‌ها هم صدای اکبر کوسه رو تقلید می‌کنن. دوم برای ژل دوشیدن شبانه از عروس دریاییه. باید برین این شیشه رو با مربای عروس دریایی پر کنین تا این مدال مال شما بشه. حالا که تا اینجا اومدیم، یه سری هم به یه کارخونه دانش بنیان بزنیم که توش کار یه آدم رو انجام میدن. در پایان شما رو به یک کلاس فشرده آموزش فرانسوی دعوت میکنیم که هم ساده است و هم خنده داره. خیلی زیاد دم. شما نه دم. زمان دم. مگس اسب دم. صبر کن، زمانت خیلی طولانی است. تو چادرت این همه مگس داری. رسانه‌های زرد و عمامه‌دار نظام ولایت فقیه از مدت‌ها قبل در تدارک مراسم سالمرگ خمینی دجال هستند و تلاش می‌کنند تا خاطره این هیولای ملعون رو همچنان برای مزدوران بسیجی وارفته زنده نگه دارند. بگذاریم از اینکه این تلاش‌های مذبوحانه به جایی نمی‌رسه و پسمانده‌های رژیم خمینی با شتاب بسیار به سمت گور امامشون در حرکتند. روزی که خمینی ملعون بر موج انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران سوار شد، آخوندها و نوچه‌های تاریخیشون این خمینی رو در ماه می‌دیدن. اما طولی نکشید که با رزم و رنج فرزندان مردم ایران، خمینی روانه چاه شد و نامش به لعنتی ابدی در تاریخ ایران تبدیل شد. ترانه از ماه تا چاه رو به همین مناسبت با هم ببینیم و بشنویم. روح الله پی مقام بود و جا، حالا مردم بهش میگن بد و بیرا. روح الله یه روزی بود تو ما، اما حالا افتاده توی چا. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. یکی از ویژگی‌های مشترک کارگزاران حکومت آخوندی اینه که
فقط حرف میزنن. اما مشکل رئیسی جلاد اینه که حتی حرف زدن هم بلد نیست. البته این بدبختی آخوند رئیسی با موقعیتی که آخوندها گرفتارشن باید بگیم که روی هم افتاده. یعنی فاز پایانی عمر این رژیم فازیه که در اون نه از حرف کاری دیگه ساخته است و نه از وعده و ایشالله ماشالله. خلاصه اینکه هر کاری میکنن و هر چی میگن و هر وعده‌ای میدن نتیجهش عکس میشه. قطعه طنزی رو با هم ببینیم که به یکی از وعده های توخالی آخوند رئیسی پرداخته. اقدامات حمایتی دولت برای رفع فقر مطلق در سال جدید استمرار خواهد یافت. رئیس جمهور در نشست کارگروه رفع فقر مطلق با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته گفت: اولین مشکل ما این بود که بفهمیم اصلاً تو ایران کی در فقر مطلق به سر میبره؟ چون مردم که غرق ناز و نعمتن، کارگرا که خدایی میکنن، معلم‌ها که پادشاهی میکنن، کشاورزا که پول از سر و کولشون بالا میره. خلاصه کلی کار کارشناسی کردیم تا بالاخره دیدیم ای دل غافل، این مقام عظما و سپاه پاسداران و هیئت دولت و علمای اعلام هستن که تو فقر مطلق به سر میبرن. بیچاره ها اصلا صداشون هم در نمیاد. شما دیدید این برادرای پاسدار ما اصلا اختشاش کنن؟ دیدید علمای اعلام آشوب را بندازن؟ بندگان خدا هر کدومشون یه گوشه‌ای با اخلاص و قناعت تمام برای خودشون اختلاسشون رو میکنن، صداشون هم در نمیاد. سربازان گمنام ولایت هم که در امر خیر اختلاس با هم رقابت میکنن. آقا اینقدر در پهنه اختلاس دست زیاد شده که پول کم اومده. اصلا فقر مطلق که میگم اینه. من از مردم خواهش میکنم که هرچه سریعتر قبوز آب و برق و اینا رو واریز کنن، مالیات بدن، جنسا رو گرون بخرن تا هم فقر مطلق ریشه کن بشه، هم گرهی از مشکلات مسئولان خدوم باز بشه. ما هم در عوض به ملت غیور ایران قول میدیم که شیوه های جدید و نوینی برای اختلاس کشف کنیم. همین حالا هم به رغم تبلیغات دشمنان ما دستاوردهای کلانی در عرصه بین المللی داشتیم. مدتی پیش ژاپنی‌ها دستگاهی اختراع کردند که کارش گرفتن دزدها بود. همین دستگاه رو برداشتن بردن آمریکا، در مدت 1 ساعت 7 تا دزد رو گرفت. بردنش استرالیا ساعتی 8 تا دزد رو گرفت. بردنش کانادا، آقا کانادا با اون همه ادعا ساعتی 10 تا دزد گرفت. همین دستگاه رو آوردن ایران، سربازان گمنام ولایت و سپاهیان جان بر کف در عرض 10 دقیقه خود دستگاه رو دزدیدن. یعنی میخوام بگم ما به چنین نقطه‌ای رسیدیم. و السلام علیکم و سید علی بابا و 40 دزد بدزاد. Thank you.
سلام. خامنه ای تازه وارد پس لرزه های بحران گرانی و تغییر نظام یارانه ها شده بود که هنوز از اون رد نشده فاجعه متروپول هم بهش اضافه شد. فاجعه‌ای که در روزهای گذشته ایران رو تکون داد و هرچه از اون فاصله میگیریم ابعاد جدیدی از جنایت‌های سیستماتیکی که برای غارت و چپاول مردم در نظام آخوندی صورت میگیره رو میشه. بی‌دلیل هم نیست که اعتراضات مردمی به هر دلیلی که شروع میشه بلافاصله رأس نظام رو نشونه میگیره. طبیعیه که سوال اول در چنین فاجعه‌ای اینه که مقصر اصلی کیه؟ اگر بخواید پاسخ این سوال رو از تلویزیون آخوندی دنبال کنید، شش روز هم خودزنی کنی و حرفاشون رو گوش کنی، معادله تک مجهولی شما به 20 مجهولی تبدیل میشه و متوجه میشی که توی این نظام همه یا مصلوب الاختیارن یا خبر نداشتن و فقط با پیروی از شعار معروف کی بود من نبودم به همدیگه پاس میدن. وزارت کشور یا سازمان شهرداری ها اطلاع داشتن از وضعیت ساختمان متروپول در آبادان یا خیر؟ ما اینجا بحث مناطق آزاد رو داریم. قدرت اعمال حاکمیت رو قانونگذار به در واقع مدیر عامل منطقه آزاد داده، نباید مخفول بمونه. از این ساختمان در منطقه آزاد بوده؟ بله در منطقه آزاد اربد. شهرهای واقع در منطقه آزاد نظارتش استثنان با منطقه آزاد هست. رئیس محترم منطقه آزاد اربد، سلام و شب بخیر. شما آیا اطلاع داشتین که وضعیت ساختمان متروپول چگونه است؟ اصلا منطقه آزاد الان اختیار رو نداره که نظارت بکنه و دستگاه ها پاسخگوی منطقه آزاد نیستن. ببینید الان مدیران اینایی که توی منطقه هستن احکامشون رو کی صادر میکنه؟ این احکامشون رو صادر نمیکنی؟ نه، چون طبق قانون. پس این چه مسئولیتی است که شما رابطه دارید در منطقه آزاد؟ ها؟ شما زارن مسئول اختیاری در منطقه آزاد؟ هر جا اعلام کردن دادستان ما وظیفه دارن ورود پیدا بکنن. خب ورود کردن ولی تغییری در این فهرست اتفاق نیفتاده، یعنی آمار همون 129 تا است. نمیدونم یا چیکار بکنن. نظر شما، نظر آقایون چیه؟ این دستگاه قضایی بیاد ساختمان رو تخریب بکنه، ساختمان رو ایمن سازی بکنه، ساختمان رو تخلیه بکنه، چیکار باید بکنه؟ آقای منتظری فکر نمی‌کنید که در مدیریت یک اشکالاتی وجود داره که دادستان‌های شما نتونستن آمار رو کم بکنن؟ مجموعه مدیریت ها متاسفانه هر تو این قضایا که ما شاهد هستیم دیده و شنیده میشه که بخش های مختلف به نحوی دنبال مقصر هستن که میخوان تقصیر رو به گردن دیگری بندازن. بله، میبینید که از وزارت کشور که شهرداری ها زیر دستش هستن بپرسی میگه نه این ساختمون تو منطقه آزاد بوده. از مدیر منطقه آزاد بپرسی میگه کسی به ما پاسخگو نیست، ما نمیتونستیم نظارت کنیم. از دادستانشون هم که میپرسه اونم میگه ما چی کار کنیم؟ ساختمونو ببندیم؟ یعنی یه ساختمون به این عظمت فرو ریخته ولی شما پیدا کنید پرتقال فروش رو. البته جای شکرش باقیه که در این مورد تا الان انگشت اتهام رو به سمت بیگانگان و معاندین و بدخواهان و بی‌حجاب‌ها به قول علم‌الهدی نبردن، چون بالاخره این ساختمون نوساز بوده، در همین دوران 4-5 سال اخیر ساخته شده زیر چتر همین ولی فقیه، زیر نظارت همین قضاییه و خلاصه همین حکومت. اما با این حال اگر یکم روش ریز بشیم روشن میشه که دقیقاً چه کسانی بانی ساخت این برج متروپول و مقصر ریزش اون و کشتار مردم بودند. حسین عبدالباقی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هلدینگ عبدالباقی هستم. در سالی که گذشت تونستیم فاز اول مگا پروژه متروپول که مغازه های بر خیابان اصلی امیری و مغازه های دسته متروپول بودن رو به خریداران و شهروندان عزیزمون تحویل بدهیم. بله، این که دیدید همون مالک معروف ساختمان متروپوله که این روزها اسمش سر زبون ها افتاده، حسین عبدالباقی رئیس هلدینگ عبدالباقی، که توی این فیلم هم که در نوروز همین سال 1401 گرفته شده داره تبلیغ همین ساختمان نیمه تمام متروپولش رو میکنه و خیلیم علنی داره میگه که در حالی که هنوز ساختمان کارش تموم نشده ما مغازه های فاز اول رو تحویل دادیم به شهروندان، که این خودش نقض یک قانونه که تا وقتی مهندس ناظر پایان کار ساختمون سازی رو اعلام نکرده
نباید اونجا کار کاسبی راه مینداختند. اصولا ساختمونی که فاقد پایان کاره اجازه بهره برداری نداره، یعنی ساختمون اصلا موقعی که در حال ساخته، ساختمون هنوز به پایان نرسیده، ناظرش اعلام پایان کار رو نکرده، حق بهره برداری از ساختمان وجود نداشته. حالا من این سوال رو این که مجامع صنفی در چنین ساختمانی که در مرحله پایان کار نرسیده به اصطلاح مجوز فعالیت دادن، که اتفاقا مسئله رو چند برابر و حادثه رو چندین برابر سنگین کرده. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این عبدالباقی کیه که میتونسته به این سادگی قوانین رو دور بزنه و کسی هم بهش کاری نداشته باشه؟ گفته میشه که خواهرش عروس خانواده شمخانیه و از این طریق رانت‌های نجومی حکومتی دریافت کرده. امروز حسین عبدالباقی برای مردم این منطقه نام آشناییه، چون یک شرکت بساز بفروش داشته و اینقدر توی این منطقه از طرف حکومت براش تبلیغ کردن و تحت عناوین مختلف بهش جایزه دادن که نگو و نپرس. از وزارت سمت یعنی صنعت معدن تجارت بهش عنوان کارآفرین برتر دادن. تشکر میکنم از وزارت صنعت معدن تجارت که بنده را به عنوان کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند و یکی از چهره‌های ماندگار صنعت ساختمان در کنگره ملی چهره‌های ماندگار صنعت معدن و تجارت سال 97 برگزیدند. درست در ماه‌های بعد از سرکوب خونین قیام آبان 98 که به طور خاص در نیزارهای ماهشهر یادمون هست که نفربر و دوشگاه آوردن تا مردم رو قتل عام کنند، این آقای عبدالباقی برای وحوش انتظامی توی آبادان تحت عنوان خیریه یه پاسگاه ساخت و از طرف فرمانده جنایتکار انتظامی منطقه هم لوح تقدیر دریافت کرد. مشارکت کردیم و کلانتری 16 آبادان را ساختیم و تحویل دادیم که فرمانده نیروی انتظامی هم زحمت کشیدن و ما رو به عنوان خیر امنیت ساز معرفی کردن. اینم تصویرش هنگام دریافت لوح تقدیر از فرمانده جنایتکار انتظامی خوزستانه که یکی از عاملان اصلی کشتار جوانان خوزستان در قیام آبان 98 هم بوده. اسم هلدینگ عبدالباقی رو میشه جزو اسپانسرهای جشنواره سینمای فرش هم دید. هدف مجموعه ما از حمایت در جشنواره فیلم 39 یعنی این کسیه که با مقامات حکومتی انبوهی رابطه داشته، با فرمانده سابق قرارگاه خاتم یعنی پاسدار محمد هم دیدار داشته و به قول نماینده سابق آبادان هر سرمایه گذاری که در سطح کلان با پروژه های چند صد میلیاردی کار می کند حتما یک سری روابط هم دارد و این شاید لازمه کار باشد. یعنی داره میگه غیر ممکنه که تو نظام آخوندی کسی توی این سطح چنین پروژه های کلانی رو بهش بدن ولی از خودشون نباشه. یعنی قبل از هر چیز باید بتونن به لحاظ امنیتی روش حساب کنن. وقتی پای سرکوب ملت که میاد وسط اینم باهاشون همراه و همسو باشه و از اون طرف هم حتما طرف باید سیبیل یه سری رو چرب کنه، وگرنه تو این نظام هیچ کی رو به خاطر چشم و ابروش همینطوری تو همایش‌های حکومتی حلوا حلوا نمی‌کنن. جناب آقای مهندس حسین عبدالباقی رو تشریف بفرمایید. مجموعه عبدالباقی از سال 33 در شهرستان آبادان پروژه‌های مختلف مسئولی اداری تجاری و درمانی رو احداث کرد. این که عبدالباقی الان مرده یا زنده است همچنان محل تردیده، ولی از اونجایی که هر چیزی رو که تلویزیون حکومتی اعلام بکنه دیگه ملت باور نمی کنند و به عنوان دروغ مسلم تلقی می کنند، در این مورد هم تلویزیون آخوندی با پخش این گزارش تلاش کرد ثابت کنه که بستگان عبدالباقی جسد متلاشی شده ای که از زیر آوار در آوردند رو شناسایی کردند. حمیدم برادر بزرگتر حسین اومدم جسد عقبی ما رو یاد کردم، اونم از بینمون رفت مثل خیلی های دیگه. در این مورد هم تلاش حکومت برای اینکه ثابت کنه عبدالباقی مرده نتیجه معکوس داد که مردم در شعارهاشون نسبت به اون واکنش نشون دادند. البته اینکه عبدالباقی واقعا مرده یا هنوز زنده است تفاوتی در فاجعه‌ای که به وجود اومده ایجاد نمی‌کنه و پرونده‌ای که از فساد گسترده حکومتی باز شده رو نمی‌بنده.
حالا اگر به طور مشخص بریم سراغ همین ساختمون متروپول، الان که ساختمون فرو ریخته، شما چپ و راست میشنوید که قبلا مهندسین ناظر این ساختمان هشدار دادن که استانداردها در این سازه رعایت نشده و باید کارش متوقف میشده. اینها مال سال 96 جواز میگیره، 98، 400 و 401، یعنی آخرین اتفاقی که میفته در برج 2401 هم ناظر نامه میزنه و موارد عدیده از مخاطرات عینی پروژه رو اعلام میکنه. اعلام میکنه که آقا این پروژه خیز غیر مجاز داره، این پروژه کیفیت مساله ساختمونش، این پروژه تیر و ستوناش دارای اشکالات عدیده و متعددی هستن و درخواست جلوگیری و توقف میکنه. اما اگر فلاشبک بزنیم به دهه زجر سال 99 که هر سال توی این مناسبت برای یه سری طرح‌ها و پروژه‌های دوغکی واسه هم پپسی وا می‌کنن، این ساختمون متروپول به قول مهندسینشون خیلی استاندارد تشریف داشته و همه با هم بهش مهر تایید می‌زدند. همزمان با دهه فجر، شهردار آبادان و معاونین، اعضای شورای اسلامی شهر و ریاست و اعضای سازمان نظام مهندسی آبادان از مگاپروژه برج‌های دوقلوی متروپول بازدید کردند. همچنین ریاست سازمان نظام مهندسی آبادان، مهندس رضا صالحی ضمن پاسخ به پرسش‌های فنی اعضای شورای شهر آبادان، گزارشی از بازدیدهای دوره‌ای متروپول را ارائه کردند و رعایت اصول کلی سازه و معماری بر اساس استانداردهای ساختمان‌سازی توسط سازنده را تشریح کردند. پس اون زمان که می‌خواستن با این برج لاکچری پوز بدن، همشون از صد تا زل تاییدش کردند. ولی حالا که فرو ریخته، یادشون افتاده که قبلاً اخطارهایی داده شده. ولی اینکه چرا به این راحتی به این اخطارها توجهی نشده معلوم نیست. خب در حین اجرای پروژه با وجودی که در ابتدا پروانه برای 4 طبقه طراحی شده بوده، من تا متاسفانه طبقات بیشتری به این پروژه اضافه میشه، یعنی محاسبه اولیه برای 4 طبق بوده، من تا در حین ساخت طبقات دیگری اضافه میشه به ساختمون بدون اینکه نقشه اولیه و محاسبات اولیه تغییری پیدا بکند. خب مهندسین ناظری که طراحی به سر نظارت میکنند تا نظام مهندسی چندی بار تذکر دادن و درخواست توقف کار داشتن که شهرداری چون خودش اونجا منافعش در به اصطلاح تو این قضیه بوده و از طرفی هم ساخت و پاختی که با بخش به اصطلاح مالک ساختمون داشته متأسفانه توجه نکرده. پس خیلی روشن داره میگه که شهرداری که مثلا باید نظارت کنه که ساختمان سازی طبق اصول مهندسی پیش بره، خودش ساخت و پاخت کرده و چون چاقو دسته خودش رو نمیبره، نه تنها جلوش رو نگرفته، بلکه عجله هم داشته که زودتر این ساختمون تموم بشه که یه پولی به جیب بزنه. اما قضیه فقط در سطح یکی دوتا شهردار هم خلاصه نمیشه. اگر یکم بریم عقب‌تر، یعنی دهه فجر 98، میبینیم که خود استاندار وقت خوزستان اونجا حضور داره و اون هم توی این پروژه نون داشته. به مناسبت ایام الله دهه فجر، کلنگ ساخت بزرگترین مجتمع گردشگری آبادان به زمین زده شد. چنین بزرگترین مجتمع پزشکی منطقه آزاد اربند به بهره برداری رسید. استاندار خوزستان در آیین بهره برداری از این مجتمع پزشکی گفت: حامی سرمایه گذارانیم. ما باید بستر رو فراهم بکنیم، زمینه رو فراهم بکنیم، شرایط رو برای کار سرمایه گذاری فراهم کنیم، رغبت ایجاد کنیم و این محقق نمیشه جز با تسهیل مقررات، جلوگیری از پیچ و خمهای اداری، جلوگیری از بروکراسی اداری. خیلی واضح داره میگه که باید از این پروتکل‌های دست و پاگیر مهندس ناظر و نمیدونم استانداردهای ساختمون سازی جلوگیری کرد. بزن کنار، بساز بره. در واقع این استاندار خوزستان اون کسیه که چک سفید داده که تحت عنوان کاهش بروکراسی اداری هر چی ضابطه ساختمون سازی هست رو دور بزنن. اینم سخنانش در افتتاح برج اول متروپول. از طرف دیگه خب قول دیگه این هم که به اصطلاح 48,000 متر مربع ان شاء الله ظرف یک سال آینده به برابرداری میرسه و من صمیمانه از همه دستگاه‌ها میخوام که حمایت کنند، سنگ راه بخش خصوصی نباشن. من گفتن صحبت کنم فقط به خاطر این دو جمله اومدم و الا به قیمت مطالب اون نیست. این سنگ راه بخش خصوصی بودن، مرتب سنگ اندازی کردن، ممانعت کردن، نمیدونم دلهره ایجاد کردن، هیچ نفعی برای این برای استان نخواهد داشت. بعضا سرمایه گذاران استان میان پیش من
از همه جا بریده، مایوس، ناراحت، به هم خورده که آقا مثلا فلان دستگاه، فلان سازمان، فلان نمیدونم مانع کار من شده، جلوگیری میکنه از کار من، این شرایط برای من پیش آورده. خب این چه مسئله رو حل میکنه؟ اصلا تعطیل هم بشه خودش برداره بره. ما با همه باید تسهیل کنیم، نه هی تو این پیچ و خم‌های اداری و نمیدونم راهروهای دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها نگرشون داریم، اذیتشون کنیم. این استاندار سابق که ظاهراً بیشترین نقش رو توی ریزش متروپول داشته، تقریباً در افتتاح همه پروژه‌های عبدالباقی توی صحنه حضور داره و احتمالاً بیشتر از همه سیبیلش چرب شده که به حامی شماره یک که عبدالباقی تبدیل شده. ولی خیلی عجیبه که کمتر از بقیه سراغش رفتند. چرا؟ چون این یکی از اون دونه درشت های نظامه که تو بالای نظام با همه سر و سر داشته. از دوستای قاسم کتلت بوده، با هم بروبیا داشتن، چند تا پروژه با هم کار کردن، پروژه هایی مثل کشتار نیزار ماهشهر. بحث نیزار ها رو که میان، من یه بارم در مسابقه قبلی عرض کردم با یکی از دارا، ما واقعا من نمیدونم بحث نیزار که میان چیه. این که در نیزار ها میان آن میان قتل هم کردن فلان، چون چیزی واقعا سهل ندارم. درگیری مسلحانه در ماهشهر رخ داده؟ بله، اون بوده، کسی این رو رد نمی کنه. نگاه کنید، ممکنه یه عده‌ای اون ور بودن، مثلا یه عده این ور بودن که تو نیزارم بینشون بوده، ولی که در رفتیم و چون اینا میگفتن نیروهای ما رفتن تو نیزار، عده‌ای رو به اصطلاح در ید اختیار خودشون قرار دادن، مثلا اینطور میان دیگه قتل عامشون کردن، اصلا سهل نداره. این استاندار سابق خوزستان با فرماندهان سپاه رابطه داشته، با آخوندهای کله گنده مثل نماینده خامنه‌ای در استان، با خود رئیسی، یعنی یکی از اون خود خودی هاست، از همون هایی که وقتی به یک هموطن آسیب دیده از سیل میرسه اینطوری باش برخورد میکنه. پس یه چنین موجوداتی پشت ساخت این برج متروپول بودند که امروز مردم آبادان رو دچار این فاجعه کرده. علت این هم که توی تلویزیون آخوندی مقصر واقعی رو معرفی نمی کنند و همش سر می دوونن اینه که نمیخوان به دونه درشت ها نزدیک بشن، وگرنه دست همشون رو میشه، چون یک استاندار هم بدون همراهی بقیه ارگان های نظام نمیتونه این دزدی ها رو پیش ببره. به همین دلیل هم هست که تو شعارهای مردم کل نظام رو نشونه میگیرند. اتفاقا از واکنش های حکومت آخوندی بعد از سقوط متروپول هم میشه متوجه شد که تا کجا خودشون میدونن که در این فاجعه سهیم هستند. در ابتدا میخواستن با این قضیه مثل یک حادثه معمولی برخورد کنن که حالا یه ساختمونی فرو ریخته، چند نفرم سطحی آسیب دیدند. در تبلیغات آخوندی تلاش میکردن از همون ابتدا اینطور جلوه بدن که نظام هرچی داشته برای آواربرداری گذاشته. ما همه امکاناتمون در اختیار این مردم عزیز، این امکانات متعلق به اون هست، هم فرمانده سپاه استان و هم فرمانده سپاه آبادان و هم عزیزان سپاهی و بسیجی همه همین الان هم در اون صحنه هستن. بله، یکی از اولین نیروهایی که نظام به این صحنه فرستاد همین نیروهای سرکوبگر سپاه و ضد شورش بودند. بله، ورودی خوزستان، شهرستان اندیمشک، نیروهای کمکی فرمانده که برای مردم آبادان داره میفرسته. خسته نباشی فرمانده، آماده ایم، آماده. خدا لعنتتون کنه، توی درگیری ها و توی فلان نگاه کن چطور حمله میکنن به مردم، رو به وحشت دارن ایجاد میکنن تو شهر. اینم اوضاع آبادان.
مثل همیشه در هر حادثه ای اولین دغدغه نظام قبل از نجات جان مردم امنیت نظامه. به همین خاطرم اول نیروهای سرکوبگرش رو گسیل میکنه که یه وقت اوضاع از دستش در نره. برای آواربرداری هم جز خود مردم کسی توی صحنه نیست. خسته جسمی نیستیم، خسته روحیم. اصلا که مسئولین اومدن اکسپیل به شما گرفتن و رفتن. هیچ که نیست اسپشلی بیا کمک کنه. ده نفر از اسما، ده نفر از تهران اومدن شب خسته بودن، دست شما در نکنه رفتن. الان فقط بچه ها بومی هم دارن کمک کنن. فقط بچه بگی تمام بچه ها شهر هم دارن کمک کنن. ما میگیم برامون نیروی کمکی بفرستید، ماشین ضد شورش میفرستن. میگیم نیروی کمکی بفرستید، برامون یگانه امداد باشه، میگیرم پلیس میفرستن. بابا ما هیچی نداریم، با بیل کرنگ داریم رو ساختمون رو بگیر اربا مرداد بدیم، داریم با اینا این استفاده میکنیم. از اون طرف هم تلویزیون حکومتی تلاش میکرد هر طور شده جلوی فوران اعتراضات مردم رو بگیره و حتی برای اینکه وانمود کنه که امداد رسانی حکومتی داره خیلی خوب پیش میره و خیلی ها رو نجات دادن، حتی آدم سالم رو به جای نجات یافته از زیر آوار جا زدند. موقعی که ما حبس شدیم که بدون آب و فلان و اینا مونده بودیم، بعد برای آزاد شدنمون ما دو نفر بودیم، نفر دوممون خودش چون اون از من سالم تر بود، سرحال تر بود، تونس بقول معروف سنگ ها و بوتون های برداری تا حدی که میلیه جلومونه گرفته بود. وقتی که میلیه جلومون گرفته شد دیگه ما نتونستیم کار بکنیم. تا زمانی که آتششانی اومد میلیه دو برامون بودی ما تونستیم در بیم. البته فردای اون روز مردم هوشیار با رو کردن فیلم همین آقا در حال جمع‌آوری آهنالات اطراف خرابه های متروپول، دست صدا و سیمای آخوندی را رو کردند، طوری که مجبور شد روز بعدش به غلط کردن بیفته. چون که اونجا آتشش هم موقعی که من کشیدم بیرون گفتن امدادگی مال آباد زیر آباد بود و فلان و اینا، من مجبور شدم حرفش رو دوتا نکنم، یکی همون یکی کامل بمونه دیگه. من دیگه اشتباه گفتم، ببخش. یعنی داری میگه چون وقتی من رو داشتم میبردم بیمارستان گفتن این از زیر آوار پیدا شده، منم گفتم برای اینکه دوتا حرف نشه همونو بگم. همین دروغ ها رو میگن، بعد میگن چرا مردم حرف ما رو باور نمیکنن. در مجموع تا روز چهارم بعد از حادثه نه تنها اصلا به روی خودشون نیاوردند که چه فاجعه ایجاد کردند، بلکه توی استادیوم آزادی سیاهی لشکر جمع کردند تا سیرک سلام فرمانده رو اجرا کنند. اما همین شوی مضحک خشم مردم رو برانگیخت و مثل بنزین روی آتیش اعتراضات دامنه‌داری رو از همون شب در آبادان و سایر شهرهای میهن کلید زد. خامنه‌ای که فهمید اوضاع داره از کنترل خارج میشه، اومد با چهار روز تأخیر با یه پیام دمدستی تسلیت خودش رو در ببره، ولی دیگه قیام مردم ازش پیشی گرفت. در شب هفتم هم تلاش کردند که با راه انداختن یک عزاداری رسمی و با حضور نماینده خبرگان آخوندی جلوی ضد حکومتی شدن اعتراضات رو بگیرند، که این شو هم با پخش شعار بیشرف بیشرف مردم در پخش زنده همین برنامه از تلویزیون حکومتی وضع خامنه ای رو از درام به تراژیک تبدیل کرد. اون داره میگه لبک یا حسین، مردم داد میزنن بی شرم. بی شرم.
عزاشونه، این هم از عزاشونه. قرار بود امروز روز عزا باشه. یا بچه نرو بسید اینجا. در این کلام میشه گفت که تمام ترفندهای حکومت برای مالکشی این ماجرا و منحرف کردن اذهان از مقصر اصلی برای مردم رو شده و مردم دیگه به چیزی به جز مجازات مقصر اصلی راضی نخواهند شد. ای شما چی کار میکن برای این مملکت؟ خادم مملکتی. خادم مملکتی تو؟ برای همین اینقدر کمت گنده هست. شکم گنده. جاره میگه مرد بر خامنه ای عبدالباقی چه گوی خورده؟ میگه مرد بر عبدالباقی، بگو مرد بر رژیم. وقت بخیر و خدا نگهدار. هم خیلی سیریشه، هم روان پریشه، هم آدم نمیشه، نمیشه، نمیشه. هم قاتل بیستم، خیلی تروریستم، استراتژیستم، چند سال تولیستم، تولیستم، تولیستم. از این چیزاش خبر دارم، کسی رو به جز اون نداره. از همه چیم خبر داره، کسی رو به جز من نداره. شما نوارم بزنید. الان دیگه نظام ما یه دسته، ولی از ما روی اره نشسته. تو هر شهری که میری اختشاشه، خبر جام چاره کاره نهسته، خبر جام چاره کاره نهسته. هم بخشی ترینم، هم دنبال چینم، پابوس پوتینم، چون موش دومم در تله افتاده چونینم. هی خالی میبنده هر پاشم چرنده، شده مشکل بنده، رئیسی درنده، درنده، درنده. ما میخوام توتی ندم نمیشه، گن میزنی به ریش من همیشه. همین روزا با هم میشیم مچاله، نجات این نظام دیگه محاله، نجات این نظام دیگه محاله. هم کلاس شیشه، هم خیلی سیریشه، هم روان پریشه، هم آدم نمیشه، نمیشه، نمیشه. هم قاتل بیستم، خیلی تروریستم، استراتژیستم، چند سال تولیستم، تولیستم، تولیستم. از این چیزاش خبر دارم، کسی رو به جز اون نداره. از همه چیم خبر داره، کسی رو به جز من نداره. درست در روزی که مردم داغدار آبادان با غم و اندوه مشغول بیرون کشیدن گلهای پرپرشون از زیر آوار بودن، خامنه ای سیرک مضحکی رو در استادیوم آزادی به راه انداخت و تمام دم و دستگاه حکومتش رو برای تبلیغ اون بسیج کرد. هدف این بود که اخبار قیام رو تحت شعاع قرار بده و سرود مضحک سلام پسمانده رو تو دهن بسیجی های وارفته بندازه.
در غربی ترین نقطه تهران امروز مرکز زمین است. امروز در میان یکصد و چند ده هزار نفر عاشق دلداده معتقد کنار هم جمع شدیم تا سرودهایی رو از عمق جان و از عمق وجودمون زمزمه کنیم، سرودهایی که برای شما آشنان، برای شما بارها و بارها و بارها در این روزها شنیده شده. همونطور که ملاحظه کردین، وقتی نوبت به بازارگرمی برای خامنه ای میرسه، هم ممنوعیت ورود زنان به استادیوم لغو میشه و هم ممنوعیت های بهداشتی. تازه اینا که چیزی نیست، خامنه ای به قدری دستپاچه شده بود که نقاب دجالیت رو هم کنار زد و این جنگولک بازی رو در روزی در آورد که شهادت امام جعفر صادق هم بود. بعد هم مزدوراش آورد توی تلویزیون تا با این لحن هراسان به تبلیغ این نمایش مسخره بپردازن. می گذاشتن، کارشناس دعوت کردند و کلی فضاسازی های مختلف. چقدر لجشون در اومد، چقدر واقعا اتفاق امروز به یک یوم الله تبدیل شد. برای این که امروز در ورزشگاه آزادی خون از دماغ بچه ای نیاد، مردم گوسفند نذر کردند. مردم امروز آمده بودند و عشق میریختند و حاجت میگرفتند. بله، لشکر صاحب زمانی که ما داشتیم، ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، هویت بخش نسل دفاع مقدسمون بود. این بار برای نسل دهه 90 با همون فضا. حالا این لشکرکشی بود یا سیرک ساندیسخورا؟ تازه بعدش هم باید پرسید روز دیگه‌ای برای این لشکرکشی مسخرتون نداشتید؟ حتما باید توی روز عزای مردم آبادان این جشن محوه رو برگزار می‌کردید. اینجا بود که مردم آبادان هم اینطوری جواب خامنه‌ای و اوباشش رو دادن. البته این سیرک خامنه‌ای در فضای مجازی هم بی‌پاسخ نموند و کاربران فضای مجازی به انواع اقسام شیوه‌ها پاسخ خامنه‌ای و تبلیغاتش رو دادند. از میکس تصاویر دردناک فقر و اعتیاد با این به اصطلاح ترانه تا ابتکارات دیگه. دنیامون بهاره، سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده، سید علی دهریه نودی هاش و فراخنده، سلام. یه نمونه دیگه از پاسخهای کاربران بیان تصویری کارکردهای مشابه دیکتاتورها بود که خودش گویاست و بدون نیاز به شرح است. دهه 90 ها هم که خامنه ای با دجالیت قصداش از اونها سوء استفاده بکنه، اینطوری پاسخ ولی فقیه ارتجاع دادن. آقای خامنه، با این همه گردی که زدی وقتش نشده از ایران بری گمشی؟ ما ده نودی ها فرمانده مرمانده نمیخوای، ما خودمون پس خودمون برمیان. تمومش کن. همراه شو عزیز، همراه شو عزیز، تنها نمانده در این درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمیشود. موسیقی
و البته اونچه که در ذهن همه ثبت شد و معادل واقعی این دجالگری خامنه‌ای بود، همون هشتگ سلام پسمانده بود که به شیوه های مختلف ارائه شد و ویدیوهای مرتبط با اون وایرال شد. یه نمونه رو به عنوان حسن ختام این بخش از برنامه با هم ببینیم. سلام پسمانده، سلام از این گله که توی گل مانده، سلام درمانده سید علی، همه بزغاله هاشو فراخوانده، سلام پسمانده. کت خدا، کت خدا آقا، تو را چه میشوندی؟ ریس ریس، خیلی تنها شدم، تو را آوردم که قاتق نانم شوی، قاتل جانم شدی، هر کی از راه میرسه یه جفتکی نثار من میکنه. دیروز رفتم طویله، گاف ها هم تاپاله خود را نثار من همی کردندی. به کار این کت خدا به کجا کشیده؟ ای بمیرم من، بمیرم برای تنهاییت، الان میروم کشاورزها را میآورم تا قربان صدقت بروندی. آخه یا ابو علفی، کشاورزان که با بیل دنبالم هستند، حقابه میخواهندی؟ باشد، میروم چوپانها را میآورم. آخه مشنگ، چوپانها که با چوب و سگ گله دنبالم هستندی، علوفه گوسفندها را ندادمندی. پس چه خاکی تو سرمان بریزی مندی؟ همه که از شما بیزارندی. برو بچه های کوچک را بیاور، شعر سلام کت خدا را بخوانندی. ای بابا، بچه ها هم که میگوین کت خدای بیناموس، فیلمش در همه جای فینیتو پخش شده میباشندی. ای بابا، همینه که میگم تنهام دیگه، ببرشون جلوی امامزاده ای چیزی، من میام اونجا رد میشم. سلام پسمانده، سلام تنهامده، سلام تنهامده. کت خدا، کت خدا، خبر رسیده که جنوب فینیتو اختشاش شده اندی. ای بابا، بسات من را به هم زدندی، جمع کردی کاس کوزه را. آخه پس مونده، تو ریشه به این جنگلاک بازی ها قاچ زینو به چسک هوا پس. بین پایان پیکشادی امروز تا شروع پیکشادی هفته بعد همش یه هفته فاصله است. چشم به هم بزنین تموم میشه. پس خداحافظی این هفته رو داشته باشید تا با سلام هفته آینده خدمت برسیم. لبتون خندون و دلتون شاد و خدا نگهدار همه شما. Yeah.